چند وقت پیش دیدیم که دو تا شاهزاده در باقای دکتر عزیز هم که اینجا هستن رفتیم از نزدیک دیدیم ایشون. دو تا اسیر ساسانی اینجا مقدس شدن، ابدی وجود داره و کلیسا وجود داره و خیلی چیزا از دوره ساسانیان که اسیر شدن و آمدن اینجا وجود دارن. البته در فرصت دیگه میتونیم صحبت کنیم، ولی ماها در این کارهای تاریخی و اندازه پیشرفت نکردیم، چون همیشه منتظر بودیم که پیشتازا شرق شناسا باشه، چون ماها هنوز خودمون رو نیومدیم بشیم که ببینیم متدولوژی داشته بشیم کاری. حالا رو که نمیگم، هم بالاخره همون زمان قدر اینه که شاهان هخامنشی که 100 سال یا 150 سال در مصر شاه فرعون و نماینده خدا بودن، شبیه به اینم دولت‌های بنی اسرائیل هم که این ورتر بودن داشتن، ولی اونا با عنوان پیغمبران اول العزم شناخته شدن. اینا شاهان هخامنشی به نام فرعون، و چون این عربا همیشه فرعون رو به عنوان طاغوت و به عنوان یک آدم کثیف به چشم میآمد که حضرت یوسف رو نمیدونم می‌خواست آب خفه کنه و از اون داستانی که می‌دونی، در نتیجه حتی جرأت نشد که در کتاب‌های درسیمون هم ما بیشتر به این قسمت ها بپردازیم. در نتیجه یک صفحه تازه از تاریخ در خارج از مرزهای ایران وجود داره، مخصوصا در مورد باستان شناسی شاهنامه که ما کیانیان داریم.